سلام دوستان، امیدوارم که همگی خوب باشین. امروز مطابق معمول هر هفته دوشنبه ها ما برنامه ای داریم درباره وضعیت زندان ها در ایران، و این هفته با توجه به نامه ای که از بیدار ربانی منتشر شده درباره موضوع تجویز دارو در زندان ها صحبت خواهیم کرد. بیدار ربانی، ببخشید خانم خامنه، گویا میکروفون شما بازه. بیدار ربانی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، بعد از اینکه سخنگوی قوه قضاییه صحبتهایی رو کرد درباره بیماری اعصاب زندانیان و از جمله خود ایشون، در پاسخ به ایشون نامه ای نوشت. ما این نامه رو به صورت صوتی منتشر کردیم تو آموزشکده توانا. من یک دو دقیقه اگر اجازه بدی، کمتر از یه دقیقه دیگه فکر کنم بتونم فایلش رو پلی کنم که با هم اینجا بشنویم. امیدوارم که کیفیت صدا خوب باشه. نامه اعتراضی ویدار ربانی از زندان اوین. یلدا آقا فضلی را شما کشتید. ویدار ربانی، روزنامه نگار زندانی، در واکنش به اظهارات خبرگزاری قوه قضاییه درباره استفاده این زندانی از داروهای اعصاب و روان، نامه‌ای تکان دهنده منتشر کرد. خانم ربانی در این نامه به توزیع بی‌رویه داروهای آرام بخش در زندان اشاره کرده و نوشته است: در زندان قرچک با چرخ دستی که کالسکه شادی نامیده میشه، مسکن و داروهای آرام بخش مثل نقل و نبات توزیع میشه. ویدار ربانی در تاریخ دوم آبان ماه 1401 با ضرب و شتم بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اون به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال حبس و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام هم به 15 ماه حبس محکوم شده. متن کامل نامه ویدار ربانی رو در ادامه میشنوید. بیماری های اعصاب و روان امثال من حاصل بازداشت ها، نگهداری در انفرادی و شکنجه های شماست. نهاد امنیتی و قوه قضاییه به چه حقی و با چه رویی به خودشون اجازه میدن محرمانگی بین بیمار و پزشک و زیر پا بذارن؟ و اصلا سابقه بیماری اعصاب و روان چه ارتباطی با سردرد داره؟ طی 4 ماه گذشته که من روزها با سردرد بیدار شده و شبا به این امید خوابیدم که صبح فردا بدون سردرد بیدار شم، انواع و اقسام حدس و گمان‌ها رو پزشکای شما درباره سردرد من زدن و دارو هم تجویز کردن. از سینوزیت تا میگرن، بالا رفتن شماره چشم، کلسترول، بالا نکشیدن دندان عقل. بعد میگید بلافاصله مجوز MRI صادر کردین؟ همین هفته گذشته پزشک شما گفت وقتی 4 ماهه که سردرد داری و اتفاقی نیفتاده و نمردی، یعنی مسئله نیازی به رسیدگی اورژانسی نداره. سکته نکردی که اورژانسی اعزام بشی. البته دروغ میگن. اگه اینجا سکته کنیدم، اگه شانس بیارین و در ساعت اداری سکته کرده باشین، تازه میگن برای اعزام اجازه دادستان و فلان و بهمان لازمه. فلانی که نیست، بهمانی باید مجوز بده و خلاصه تا اجازه ها داده بشه در بهترین حالت 2-3 ساعتی طول میکشه. حالا پای سابقه بیماری اعصاب و روان منو وسط میکشید که مثلا چه چیزی رو ثابت کنید؟ ما که دیدیم چطور از این روش‌ها برای بی‌حیثیت کردن افراد استفاده میکنید. میخواین بگین مثلا فلانی رو که زندانی کردیم اصلا دیوونه است؟ شما که گفتید سابقه بیماری اعصاب و روان داره. اینم میگفتید که این سابقه از اسفند 98، بعد از اون آبان خونین و تهدیدای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیرکبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده. یه 4 سال 4 بار منو تو خونم بازداشت کردین، طوری که هر زنگ خونه منو از جا میپرد. بارها احضار کردین و بارها در خونه منو از جا کندین و بارها تلفنی تهدید کردین. تو انفرادی نگه داشتین، توی بازداشتگاه بدون هیچ بازجویی 10 روز به حال خودم رهام کردین، چون میدونین بازداشت انفرادی بلا تکلیفی و بیخبری چه شکنجه ی آسیب زننده و در این حال نامرئیه. بازداشتگاه برای شما روشی برای تحت فشار گذاشتن و شکنجه متهمه، نه زمانی برای انجام تحقیقات.
منو 40 روز در بازداشتگاه 209 نگه داشتین در حالی که مجموعاً 3 ساعتم بازجویی نشدم و تا اعتصاب غذا نکردم حاضر به انتقال به بعد عمومی نشدین. من شرمی ندارم که بگم روان من آسیب دیده و داروهای استراب و افسردگی مصرف میکنم. این شرم‌آور نیست. اون دم و دستگاهی که برنامه ریزی شده تا این آسیب ها رو به روان مخالفاش وارد کنه باید شرم کنه که نمیکنه. اینکه زندانیای سیاسی رو روانه امین‌آباد میکنین تا اونا رو بی‌آبرو کنین به اونا خدشه‌ای وارد نمیکنه. بر تبل رسوایی خودتون میکوبین. من که علاقه شما رو به اینکه بازداشتی و زندانی داروی اعصاب مصرف کنه دیدم. وقتی تو زندان اوین گفتم خوبم و دیگه نیازی به دارو ندارم، همچنان هر شب منو صدا میزنین که فلانی بیا دارو بگیره. پس برای این بود که فردا تو رسانه‌هاتون جار بزنین که سابقه بیماری اعصاب و روان داره. برای همین پرونده سازیاست که تو زندون‌هاتون آب شاید قطع بشه اما مسکن و آرامبخش همیشه در دسترسه. من شنیدم که تو زندان قرشک گفته بودن به زندانیان بند بازداشتی های خیزش مهسا هر اندازه که خواستن مسکن آرام بخش بدید. پوکساید، کلوناسپام، ترانکوپین مثل نقل و نبات توزیع می شد. من اول نمیتونستم باور کنم که هر چند تا که تقاضا کنی میدن. به چرخ دستی داروهای اعصاب میگفتن کالسکه شادی. یه شب از حال روز بعضی دخترها نگران شدم. خودم امتحان کردم به پرستار قرشک گفتم لطفاً به من 2 تا کلوناسپام 2 بدید و دادن. همونجا قرص و پس دادم و به این وضعیت اعتراض کردم. یکم خودشون رو جمع جور کردن و ممن کنان گفتن آخه اصرار میکنن. این در حالی بود که فروش کافی میکسایی رو که درصد ناچیزی قهوه داشت تو بوفه قرشک ممنوع کردن. اونجا اصرار ما اهمیتی نداشت. چرا؟ چون قهوه محرکه. فاجعه هایی مثل یلده آقا فضلی از همین جاها شروع میشه. بند 8 قرشک بند دخترای بازداشتی زیر 30 سال بود. یه سری دختر جوونو به اشکال فجیح و اکثراً با ضرب و شتم و توهین و تحقیر بازداشت کرده بودن و گرفتن اعتراف اجباری و توابسازی حسابی رونق گرفته بود و این جمعیت بالای پر از تروما و استراب و ترس در هم میلولیدن. بی اون که اصلاً به ذهن مسئولان زندان رسیده باشه تو روان این دخترها چی داره میگذره و چه فشاری رو تحمل میکنن. واقعیت اینه که تو قرشک خونریزی ناشی از تورم مغزی و کیست مغزی رو با پنبه‌ای توی بینی درمان میکردن. گواهش نیلوفر فتحی، اینکه این دخترها چه حال و روزی دارن و میتونن به چه فجایعی بیانجامه که به خودکشی و خودزنی هم کشیده شد، اصلا موضوعیتی نداشت. من چهره زیبای یلدا آقا فضلی رو هرگز از یاد نبردم. اون بهت و شیون دخترای بند 8 بعد از مرگ اون و خودکشی نافرجام یکی دیگه از بازداشتی‌ها در پی خبر مرگ یلدا فراموش نشدنیه. یلدا رو شما کشتین. یلدا اگه بازداشت نشده بود امروز زنده بود. اما برای شما اهمیتی داره؟ نه. چیزی که برای شما مفته همین جون آدم هاست. از نهاد امنیتی و قوه قضاییه که انتظاری نمیشه داشت. ولی کاش حداقل انجمنای روانپزشکی و روانشناسی به این رسوایی یا به این زیر پا گذاشتن پروتکل‌های شغلی خود اعتراض کنن. اگه بنا باشه پرونده بیمار بازیچه دست نهادهای امنیتی بشه، دیگه تو اتاق درمان که قرار مکانی باشه که بیمار همه ی حرفاشو بتونه بزنه، چه امنیتی باقی میمونه؟ امثال من و خیلی های دیگه آسیب دیده های نهادهای امنیتی و قوه قضاییه هستیم. اما کاش به فکر این باشین که برای اونا که خطرناک و آسیب زننده هستن پرونده روانپزشکی تشکیل بدید. مثلا اون ماموری که بعد از اعتراض من به ادبیات بی‌ادبانه‌اش با مشت توی صورت من کوبید و به من گفتید یکی از اقوامش تو حوادث اخیر کشته شده و عصبانیه، به وسیله روانپزشک ویزیت شده، آرامبخش مصرف می‌کنه؟ یا عصبانیتش هنوز ادامه داره و بازداشتی ها رو مورد ضرب و شتم قرار میده. اون مأمور زن بازداشتگاه 209 که لباسی رو پیچیده بود دور بازوهای من و منو روی زمین میکشید و فریاد میزد دست و پاشو بشکنید و بندازیدش داخل سلول، همون که به دخترای بازداشتی گفته بود آرزو دارم زیر چارپای تک تک شما بزنم، هنوز مشغول کاره؟ یا مرخصی درمانی رو که مستحقشه به اون دادین؟ اون پزشک بازجوی شما که بعد از اعتصاب غذای من در حالی که تو یه هفته 9 کیلو وزن کم کرده بودم و قند من به 50 رسیده بود میگفت خیلی هم خوبی و دروغ میگی و اعتصاب غذا نیستی، هنوز بازداشتی های 209 رو ویزیت میکنه و به همه میگه دروغ میگن و به نظرش همه تمارز میکنن؟ باور کنید اینا نشونه ی اختلال روانی پزشک شماست. وقتی کارکنای شما اینا هستن و مثل خیلی بیمارای سایکوتیک اصلا درکی ندارن که خطرناکن، طبیعی امثال من که گذرم به این افراد افتاده امروز داروی استراب و افسردگی مصرف کنیم. ولی حداقل برای دیگران خطری نداریم. کاش یکم نگران کارمندای خودتون باشید که نیاز به درمانای اورژانسی دارن. خب
این نامه ویداربانی بود که چند روز پیش منتشر شد و ما امروز این رو به صورت صوتی هم بازخوانی کردیم و منتشر کردیم. موضوع در واقع ترومایی که افراد در اثر بازداشت شدن و فشار و تهدیدها باش مواجه میشن چیز جدیدی نیست و از لحظه‌ای که به خونه فرد هجوم میارن و تلفن‌های تهدیدآمیز شماره‌های عجیب غریب 11 تا 1 نمیدونم پرایوت نمبر میفته رو موبایل و رو تلفن خونه و اون لحظه بازداشت و مخصوصا اگر اون فرد کودک داشته باشه، ضرب و شتم اون فرد، جستجوی وسایل شخصی، بردنش به بازداشتگاه، تعویض لباس و لخت مادرزاد کردن اون فرد و در بعضی موارد لخت از اون فرد عکس گرفتن، تفتیش بدنی به صورتی که به همه اندام‌های جنسی افراد دست می‌زنند و در مواردی با استفاده از دستکش مقعد افراد رو چک می‌کنند که آیا مواد مخدر در زندان دارن می‌برن یا نه. این هم برای زندانیان سیاسی، اجبار زندانیان به اینکه جلوی زندانبان مدفوع بکنند و که ببینن که اون فرد آیا تو معده‌اش چیزی قایم کرده بوده، انتقال افراد با وضعیت ناگوار و ضرب و شتم به داخل زندان، بازجویی‌های چندین و چند ساعته و مدت زیادی سرپا نگه داشتن، توهین و فحاشی‌های پیاپی. چرا فرد نباید دارو مصرف بکنه؟ چرا فرد نباید بیمار بشه؟ و وقتی که در زندان هم بندی خودش رو میبینه که با بدن آشولاش برمیگرده از بازجویی، یا اینکه صداش میکنن و میبرن و دیگه بر نمیگرده، اعدام میشه. وقتی که به فرد اطلاع میدن که مادرت مریضه به خاطر تو و داره میمیره، پدرت اینطور شده، ما برادرتو گرفتیم، خواهرتو گرفتیم، تهدید به تجاوز میکنن. انواع و اقسام بیماری ها در زندان برای افراد ایجاد میشه و از اون طرف میان دارو مثل نقل و نبات اونطور که گفته شده به زندانیان میدن. داروهایی که خیلیشون ساید افکت هایی داره که بایستی که کنترل بشه، هم دوز دارو چقدر باید باشه، اگر اون فرد قراره که آزاد بشه بعد از آزادی دارو رو باید قطع بکنه یا اینکه یهو قطع بکنه خطرناکه براش، باید به او و دکترش اطلاع داده بشه. ما موارد زیادی رو داشتیم که زندانی ها بعد از آزادی یا اقدام به خودکشی کردن یا به شکل مشکوکی مردن یا در زندان ها بر اثر مسمومیت دارویی درگذشتن. نمونه باردش بهنام محجوبی، شاهین ناصری، این دو نفر بر اثر مسمومیت دارویی گفته شد که فوت شده. افرادی که به طرز مشکوکی مردن، مریم سادات آروین، یه وکیل، یه خانومی که وکیل بود، دانشجوی دکترا بود. امروز هم خبر رسید که یک نفر دیگه از زندانیان سابق به طرز مشکوکی فوت شد. ابوالفضل مرادپور، جوان اهل شیراز که در جریان این انقلاب بازداشت شده بود، گفته شد که خودکشی کرده. تو زندانه تو بازداشتگاه عادل‌آباد شیراز بود. کسی نمیدونه که توی بازجویی، توی زندان چه اتفاقی بر این جوان گذشته که بعد از آزادی خودکشی کرده. یا چند روز پیش آقای حمید حاج جعفر کاشانی در مترو اقدام به خودکشی کرد. مرگ مشکوک
یلدا آقا فضلی، عرشی امام قلی زاده و خیلی های دیگه. خب بشنویم از دوستانی که در این اتاق هستن. من اول از ابراهیم میخوام شروع کنم. ابراهیم در جریان پرونده بهنام محجوبی بود کاملا و میدونست که چه بر بهنام گذشته و بهنامو منتقل کرده بودن به امین‌آباد. خیلی های دیگر هم این کار کردن یا تهدید کردن. الان دیگه تبدیل به یه تهدید شده. به زندانی ها میگن که کاری نکنید که شما رو منتقل میکنیم به امین‌آباد، خودتون که میدونید که اونجا چه خبره. خودشون هم میدونن که اونجا چه خبره. افول انسانیت رو اونجا به نام محجوبی شاهد بوده. ابراهیم جان بفرمایید. سلام و عرض و ادب به همگی. ممنون جواد جان. از بهنام شروع میکنم. بهنام زمانی که خواستن ببرنش زندان اوین، خب دکتر متخصصی که بیرون تحت درمان داشت بهنام رو، یک سری خب داروها داده بود و من کرده بود محیط بسته رو واسه بهنام، یعنی که گفته بود اگر توی محیط بسته قرار بگیره بیماریش تشدید میشه چون پانیک عصبی داشت و خب یه سری داروها داشت که باید روزانه مصرف میکرد. و زمانی که خودش رو معرفی کرد دادسرای اوین اجرای احکام، وقتی که خواستم منتقلش کنن به زندان، خب این رو ارائه داد که مثلا من دارو مصرف میکنم، این نامه پزشکمه که گفتن ما میفرستیم پزشک قانونی و پزشک قانونی تصمیم میگیره. تقریبا یک هفته از بازداشت بهنام که گذشت بیماریش تشدید شد، چون داروهاشو اجازه نداده بودن ببره داخل و شروع شد این پانیک عصبیش که نامه نگاری کردیم که حداقلش این داروها رو ما از بیرون بتونیم تهیه کنیم، چون بهداری خب هیچ دارویی نمیده. حالا دوستانی که رفته باشن زندان میدونن توی بهداری زندان شما حتی قرص سرماخوردگی هم پیدا نمی‌کنین، ولی قرص خواب تا دلت بخواد کافیه. مثلا بگی خوابم نمیاد، 10 نمونه قرص خواب تو لیوان میریزن شب میارن بهت میدن، ولی بری بگی سرما خوردم یا معدم درد میکنه اصلا همچه قرصایی پیدا نمیشه، میگن نداریم، بهداری اینا رو نداره. ولی قرص خواب تو انواع اقسامش موجوده داخل بهداری. اول که مخالفت کردن گفتن بهداری خودش دکتر داره و دکتر تجویز میکنه، که اومدن یک سری داروهای خواب‌آور به بهنام دادن که بیماریش رو تشدید کرد و شروع شد به تشنج کردن بهنام. اما با نامه نگاری و رفتن و اومدن تونست موفق شدیم که داروهاش رو از بیرون تهیه کنیم و تحویل بهداری زندان اوین بدیم. یکی دو ماه این روال طی شد و ماهی از بیرون دارو خریدیم. بعد دوباره این جلوش رو گرفتن، گفتن نه دکتر اینجا باید ببینیم. گفتیم خب پزشک قانونی بفرستن. پزشک قانونی یک بار فرستادن، پزشک قانونی تایید کرد بیماری بهنام رو، ولی گفتن که مقامات قضایی و اطلاعات مخالفت میکنن با آزادی بهنام، سر اینکه پزشک قانونی مثلا اومده نامه داده که باید آزاد بشه، این نباید داخل محیط بسته قرار بگیره. دوباره اعتراض زدیم، این قضیه رفت پرونده کمیسیون پزشکی قانونی، اونجا هم دوباره تایید شد و اینها مخالفت کردن با این موضوع. بهنام رو یک روز صدا زدن، گفتن که میخواییم اعزامت کنیم بیمارستان ببینیم بیمارستان دولتی چه نظری میده. از اونجا که بهنام به من زنگ زد گفت من دارن بیمارستان الزهرا میبرن یه همچین اسمی رو، گفت بیا اونجا. خب من رفتم اونجا و ساعتها منتظر ایستادم و دیدم بهنام نیاوردنش اونجا و متوجه شدیم که بهنام رو به بیمارستان امین‌آباد منتقل کردن. یک روز بعد این رو فهمیدیم و وقتی که رفتیم مثلا شکایت کردیم که چرا آوردنش بیمارستان امین‌آباد، خب اینجا اکثرا مریضای بیماری های اعصاب و روان هست و مشکل بهنام روان اعصاب و روان نیست، این پانیک عصبی داره. گفتن که نه دکترها اینجا باید تشخیص بدن واسه آزادیش. یعنی ببینید خود سیستم قضایی پزشک قانونی خودش رو قبول نداره که بیمارستان
که بیمارستان نمیشه بهش گفت، تیمارستان رازی امین آباد در است. اونجا باید تشخیص بده که این فرد بیمار است یا نه، که اونجا بهنام دست به اعتصاب قضا میزنه و تهدیدش میکنن با شوک الکترونیکی که باید اعتصابتو بشکنی. خب یک بارم مثل که بهنام رو بهش شوک الکترونیکی زده بودن و یک سری آمپول زده بودن و توی اولین باری که برده بودنش امین آباد، خب طبق صحبتهای خود بهنام ویسایش موجوده و صحبتهایی که با من کرده بود، خب اونجا به صورت صلیبی به تخت بسته بودنش، اجازه این که حتی دستشویی بره رو نداشته، یعنی گفته بودن که باید سرباز بیاد تو رو ببره دستشویی و هر چقدر که صدا میزده کسی نمی اومده بهنام رو ببره دستشویی، که اینقدر این بچه روی تخت نگرش داشته بودن، دست و پاشو به صورت صلیبی به تخت بسته بودن که کنترل اختیارش از دستش خارج میشه و روی تخت و بعد از این موضوع که 3-4 روز داخل امین آباد این بلاها رو سرش آوردن، که یه دونه از روایتاش این بود که میان صداشون میزنن حالا با بقیه بیمارای اونجا و میگن لخشید میخواییم ببریمتون همون، که بهنام اعتراض میکنه میگه چرا باید اینجا لخشیم، میگن نه باید لخشید همتون برید ته سالون سمت همون، اونجا یه نفر با شلنگ حالا چه به بهنام چه بقیه بیمارهایی که اونجان آب میپاشیده که اینا مثلا خودشون رو بشورن. این یه موضوعی بود که اونجا مثلا افول انسانیت رو دیده بود. موضوع بعدی وقتی که برش گردوندن با اعتراض ما مواجه شد و برش گردوندن زندان اوین، هر سری که ما واسه داروها اعتراض میکردیم که به دستش برسه یا خودش از داخل زندان تا میرفت مثلا میگفت که مثلا میخوام دارو از بیرون واسم بفرستن نامه بدیدید، تهدیدش میکردن که انگار دوست داری ببریم امین آباد، یه چیزی شده بود که مثلا فقط تهدیدش کنن با امین آباد با اون بلاهایی که سرش آورده بودن. که بهنام دوباره یه اعتصاب قضای 7 روزه میکنه توی زندان به خاطر عدم دسترسی به پزشک و داروهاش و اینکه مثلا پزشک قانونی خب تاییدیه بهش داده بوده که باید بی قید و شرط آزاد بشه. اینها دوباره میبرنش امین آباد به اسم این، چون که توی امین آباد یه اتفاقی هم که بازش افتاده بوده پرده گوشش پاره شده بوده، اونجا کتک خورده بوده و گوشش خونریزی کرده بوده، بهش میگن که میخوایم ببریمت واسه گوشت درمان بیمارستان، ولی باز دوباره میبرنش امین آباد. اونجا دوباره تهدیدش میکنن که بهش شوک الکترونیکی میزنن، بهش آمپول تزریق میکنن که خودش گفته بود که چند ساعت بیهوش بوده بعد از تزریق آمپول ها و که مجبورش میکنن که اعتصاب غذاش اونجا بشکنه، جوری شکنجش میدن که اون رو مجبورش کرده بودن که اعتصاب غذاشو بشکنه. و بعد از اینکه اعتصاب غذاشو شکون باز دوباره آوردنش زندان اوین. خب تقریبا 8 ماه این روند ادامه داشت، اذیت و آزارها، که دوباره داروهاشو ندادن یه مدتی، که دوباره تیک عصبی گرفت، تشنج کرد، نکته کلام گرفت، نمیتونست دیگه صحبت کنه، نصفی از بدنش لمس شد و وقتی که به بهداری برده بودنش هم بندیاش بغلش کرده بودن برده بودنش، اونجا دکتر بهداری تقریبا هلوش 20-27 تا انواع قرص که بدون روکش و اس داشتن رو میز توی لیوان میگه اینها رو بخور، که میگه من نمیدونم این داروها چی هست که شما دارید به من میدید، میگه همینه که هست، من دکترم، من تجویز میکنم این داروها رو بخور، که داروها رو بهنام نمیخوره چون از نمیدونست اون داروها چی هست و چون دکتر معالجش که بیرون از زندان بوده گفته بوده که نباید یک سری داروهایی رو که مورفین هم دارن رو بخوره چون باعث تشدید بیماریش میشه نخورده بود و خب تا به اون روز افتاد و حالش بد میشه، تشنج میکنه و میارنش بهداری که این اونجا بیهوش بوده، هم بندیاش روایت کردن که بهداری 3 بار بردنش، بهداری نپذیرفت، بعد یه سرم آمپول بهش زدن که بهنام
روی تخت از هوش میره. یکی از روایت همبندیاش که بعدن هم ویس داده بود، ویسش هم منتشر شده بود، گفته بود بهنام توی بهداری تموم کرد، دیگه نفس نداشت. معذرت میخوام. و میارنش بیمارستان لغمان. فردا صبحش به ما خبر دادن که وقتی که من رفتم بیمارستان لغمان دیدم بهنام رو منتقل کردن آی سی او و به ما گفتن که بهنام توی کوماه. خب بعد دیگه بازی های خود وزارت اطلاعات شروع شد که دو سه بار با من مثلا جلسه گذاشتن. اول به من گفتن تموم کرده، فقط با دستگاه تنفسش 30% کار میکنه. هر روز یه جور خانواده رو اذیت کردن، هزار تا خبر بالا پایین کردن، دروغ گفتن و در آخرم گفتن که ببینید چقدر خوشگل کفنش کردیم، بیاد ببریدش. خیلی ممنون ابراهیم، میدونم که برات خیلی سخته، میدونم هنوز ناگفته های زیادی درباره بهنام داری. یک بار گفتی که خیلی ناگفته ها هست و نمیتونی به خاطر یه سری موضوعات بگی هنوز و خب خیلی دردناک اینها. ساعتی پیش آتنا دائمی یک پستی در اینستاگرامش منتشر کرد. من اجازه میخوام که پستش رو بخونم، به صورت اسلاید هست، البته یک کپشن هم داره، من اول کپشنش رو میخونم. آتنا نوشته که درمان مهمترین و ابتدایی ترین حق زندانی است، چون محسن دگمچی در زندان به دلیل ابتلا به سرطان و عدم درمان کشته شد. وحید صیادی نصیری در اعتصاب غذا و به دلیل عدم رسیدگی به خواستای او و عدم درمان کشته شد. محمد جراحی در زندان به بیماری سرطان تیروئید مبتلا شد و پس از آزادی به همین دلیل جان باخت. آرش صادقی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شد و همچنان زندگی او تحت تأثیر این بیماری و درمان آن قرار دارد. خودم در زندان‌های جمهوری اسلامی به بیماری MS مبتلا شدم و با وجود دستور پزشکان مجوز اعزام به مراکز درمانی داده نشد و از زمانی که آزاد شدم لحظه ای از حملات MS و عوارض داروهای سنگین به دلیل پیشرفت بیماری در امان نبودم. تأکید میکنم که اولویت سرنگونی رژیم و پایان دادن به نقض حقوق انسان هاست، اما هنوز این مهم محقق نشده و بسیاری در زندانهای جمهوری اسلامی محبوس یا در خطر اجرای حکم اعدام هستند. نزدیک به 7 سال در زندان شاهد بودم که زندانیان در زندان با مقاومت جمعی و فعالان در بیرون زندان با همصدایی و توجه کردن به مسائل و حقوق زندانیان بارها شرایط را به نفع زندانی تغییر دادند. پس باز هم می توانیم. پستش با اسلایدی از تصویر یلدا آقا فضلی شروع شد در صفحه یکش، بعد نوشت که زندانی نه فقط به حبس بلکه محکوم به مرگ تدریجی است. زندگی زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی بنا به شرایط موجود در زندان‌ها و آسیب‌های جسمی و روانی تا پایان عمر تحت تأثیر سال‌های زندان و عوارض آن قرار دارد. پیشتر چه وقتی در زندان بودم و چه پس از آزادی بارها از شرایط زندان‌ها گفتم. بسیاری از زندانیان را نمی‌شناسم، هم به دلیل تعداد بیشمار آنها و هم به این دلیل که بسیاری از آنها سالهایی که خودم در حبس بودم زندانی شدند. اما با گفتن از شرایط زندانها سعی کردم صدای همه آنها، چه زندانیان با جرایم سیاسی و امنیتی و چه جرایم عمومی باشم. درست است که شرایط زندانها و شرایط زندانی با توجه به موقعیت زندان، پرونده و میزان شناس بودن زندانی با هم قابل قیاس نیست، اما جمهوری اسلامی به وسیله زندان سعی در حذف تدریجی مخالفین خود و یا زندانیان عمومی دارد. درمان یکی از حقوق اساسی ابتدایی ترین حقوق زندانیان است. حالا این همون بخشی که من در ابتدا خونده بودم.
میریم جلوتر، اون بخشی که من هنوز نخوندم رو براتون بخونم. زندانیان در زندان بنا به سلیقه نهاد امنیتی درمان نمی شوند. بسیاری در زندان به بیماری مبتلا شدند و بسیاری پیش از زندان به بیماری خاصی مبتلا بودند و شرایط پرفشار زندان و عدم درمان توسط نهادهای امنیتی موجب به خطر افتادن سلامت آنها می شوند. از طرفی عوارض زندان برای خانواده ها و حتی خود زندانی ناشناخته است و بسیاری از زندانیان پس از آزادی از زندان دچار بیماری های جسمی و روانی می شوند و علاوه بر همه اینها، همانطور که خانم ویدا ربانی و دیگر زندانیان اخیراً اشاره کردند، در زندان پخش قرص‌های اعصاب بدون تجویز پزشک امری است که موجب نگرانی شده است، چرا که نه تنها عوارض جبران ناپذیری از جمله خودزنی، خودکشی و دیگر زنی را دارد، بلکه بسیاری از این قرص‌ها اعتیاد آور هم هست. زندانیان با وجود تأکید پزشک بر اعزام مرخصی درمانی، عدم تحمل حبس و یا بستری شدن در بیمارستان برای انجام روند درمان، با لجبازی نهادهای امنیتی از درمان محرومند، اما توزیع قرص‌های اعصاب و خواب‌آور از مواردی است که نیاز به تجویز ندارد. بارها شاهدم که داروهای تحت نظری زندانی را به اون ندادند و یا او را با توهین مجبور می کنند که در مقابل چشم زندانبان تعداد زیادی قرص را یک جا ببلعد و دهان خود را باز کند تا مبادا قرص را پنهان کرده باشد. اما قرصهایی چون زولپیدم پوکساید، کلوناسپام و غیره بدون تجویز پزشک و بدون اینکه دهان زندانی چک شود در اختیار او قرار می گرفت. در زندان غرچک شاهد بودم که برخی زندانیان عمومی با مهارت قرص تحت نظری را هم در دهان پنهان می کردند و وقتی به اتاق باز می گشتند قرص را از دهان خارج و آن را خشک کرده و پس از چند روز با قیمت بالا به فروش می رسندند. شاهد بودم که قرص‌های زندانی را به شیوه‌های غیر بهداشتی از بسته‌بندی خارج و در قوطی‌های مخصوص می‌ریختند که بارها زندانیان اعتراض می‌کردند که رنگ قرص‌های آنها تغییر کرده که نشان‌دهنده جابجایی داروها بود و زندانیان نمی‌دانستند چه دارویی به آنها داده می‌شد، که بهترین کار این است که زندانیان از دریافت قرص بدون روکش و بدون اینکه مطمئن شوند دارو صحیح است اجتناب کنند و برای برطرف کردن استرس بیخوابی از شیوه های دیگری غیر از متوسل شدن به داروهای خواب‌آور و اعصاب استفاده کنند. انتقال اجباری زندانیان سیاسی به بیمارستان روانی از موارد دیگری است که بارها شاهد بودم به سبب تحقیر و شکنجه زندانی صورت گرفته و مقامات مدعی می شوند که فلان زندانی بیمار روانی است. که سوال این است که چرا زندانی را که به دروغ میگویید بیمار روانی است به سالهای طولانی حبس محکوم میکنید؟ از طرفی بسیاری از زندانیان با وجود کهولت سن در زندان و در شرایط نامساعد به سر میبرند. زینب جلالیان قدیمیترین زن زندانی پس از 15 سال حبس بیمارخصی در آستانه نابینایی قرار دارد و تا کنون از حق درمان محروم بوده است. حمزه سواری که در 16 سالگی بازداشت و محکوم به حبس ابد می باشد، پس از 18 سال حبس بیمارخصی با وجود بیماری ریوی از درمان محروم است. مریم اکبری منفرد پس از 14 سال حبس بیمارخصی همکنون در تبعید به سر می برد و با وجود بیماری کبد چرب از درمان محروم است. غلام حسین کلبی پس از 23 سال حبس بیمارخصی از حق درمان محروم است. سمانه نوروز مرادی با وجود گواهی عدم تحمل حبس به دلیل بیماری لوپوس و همچنین بیماری های دیگر مجددا بازداشت و همکنون در زندان به سر می برد.
فاطمه سپهری و جعفر ابراهیمی که به بیمارستان منتقل شده بودند بدون تکمیل روند درمان به زندان بازگردانده شدند. مهوش ثابت از شهروندان بهایی با وجود سپری کردن 10 سال حبس مجدداً بازداشت و همچون سایر زندانیان بهایی از حق درمان محروم است. این پست آتنا دائمی بود که از تجربیات خودش نوشته بود درباره موضوع درمان زندانیان و تجویز دارو. آقای خزائلی، در خدمت شما هستیم، از شما بشنویم و موارد حقوقی که در این مورد هست رو برای ما بازگو کنیم. بله، درود بر شما جناب طواف و دیگر دوستان، خانم خامنه گرامی و جناب ابراهیم الله بخشی، همکاران در دادبان. خب همونطور که در حقیقت هم شما هم پیشتر ابراهیم عزیز توضیح دادید، بحث دارو و درمان به ویژه حالا در زندان ها در ایران تبدیل به یک موزل اساسی شده و اساسا تبدیل شده به یک اهرم فشاری برای اینکه مقامات زندان، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، دادستانی، دادیاران و اون افرادی که از طرف نهاد امنیتی در زندان هستند بتونن به واسطه اون بر زندانیان، به ویژه زندانیان سیاسی و عقیدتی و حالا اون چه که اتهامات امنیتی خونده میشه زندانیان امنیتی، فشار وارد بکنن در ایران و اونها رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. خب حالا این بحث اساسا جدای از اون بحث مربوط هست به مثلا به تحقیر و توهین‌هایی که اعمال میشه، از جمله این برهنه کردن، بازرسی‌های بدنی به صورت برهنه، ما اساسا اون رو داریم در قانون آیین دادرسی و همچنین در بحث مربوط به سازمان زندان‌ها که هر گونه در حقیقت برهنه سازی زندانی در ماده 53 آیین‌نامه سازمان زندان ها اعلام میشه که هر گونه بازرسی بدون لباس زندانی و به صورت برهنه ممنوع هست و در حقیقت این محدود شده به یک سری موارد بسیار خاص که صرفاً باید به صورت دستور باشه از سوی مقامات با تشریفات ویژه. بحث عدم وجود هر گونه دوربین هست که خب ما گزارش هایی که داریم میبینیم که در عمده موارد به ویژه نسبت به زنان جای این بازرسی ها انجام شده که خب دوربین ها هم بودند و به ویژه این که توسط کارکنان ویژه آموزش دیده و با رعایت نکات اخلاقی و بهداشتی به صورت خیلی محدود هم انجام میشه، نه این که گزارشاتی که ما داریم نسبت به همه زندانیان سیاسی و عقیدتی این رو اعمال بکنند و متاسفانه این تبدیل شده به یکی از عواملی که به ویژه برای اعمال تحقیر ازش استفاده میشه علیه زندانیان به صورت بسیار گسترده و هر جا هم که انتقاد میشه میگن خب این کاریه که همه جا میکنن، همه جای دنیا. اولا همه جای دنیا خیلی این کارو نمیکنن، خب این ادعاییست که غلط هست. بله در کشورهایی که وضعیت زندانهاشون به مانند زندانهای ایران هست، بله این کار رو انجام میدن، در نتیجه خیفه در همه کشورها، در کشورهایی که برای زندانی احترام قائل هستن به مانند یک انسان و حقوقش رعایت میشه، خیلی این کار رو انجام نمیدند. مسئله دیگه این هست که استناد میکنند به این که این کار برای همونطور که فکر می‌کنم جناب طواف شما هم بودید گفتید، این کار برای این هست که مثلا اگر موادی جاسازی کردن یا چیزهایی که مثلا اینجاست که اساساً این کار رو در بخش‌هایی از زندان انجام میدن که زندانیان مربوط به مواد مخدر اصلا اونجا حضور ندارن و نسبت به زندانیانی انجام میدن که اساساً مثلا در اون پروفایل هایی که و فایل هایی که ازشون هست، گزارش هایی که وجود داره مربوط به پرونده شخصیت در زندان ها، تعیین وضعیت زندانی و کارتکس هایی که وجود داره،
اینها همه قید میشه برای زندانیان که زندانی مثلا مصرف مواد داشته نداشته، اینا همه قید میشه. مربوط به زندانیانی هست که اساسا هیچ گونه گزارشی مبنی بر مصرف مواد نداشتن و تو کارتکس های زندانشون هم به هیچ وجه مثلا قید نشده بوده. در نتیجه روشن هست که هدفش در حقیقت کشف این مسئله مربوط به مواد مخدر نیست، هدف اعمال آزار و اذیت و تحقیر زندانیان به ویژه حال زندانیان زن هست که در زمینه فعالیت های سیاسی و عقیدتی هم فعال هستن، در زمینه حقوق بشر یا حالا همه فعالیت ها و کنشگری هایی که میشه شده اجتماعی و مدنی انجام میشه. در نتیجه در بحث مربوط به بازرسی به صورت برهنه و برهنه سازی به هیچ وجه این اقدام قانونی نیست و استدلالاتی هم که مطرح میشه به هیچ وجه با شرایط اساسا همخوانی نداره. اما در زمینه بحث مربوط به تجویز دارو در زندان، بر اساس آیین‌نامه جدید سازمان زندان ها، یعنی آیین‌نامه‌ای که در سال 1400 تصویب شد، در اردیبهشت 1400، به روشنی اونجا بخش مربوط به بهداشت و درمان زندان در حقیقت این مسئولیت مربوط به درمان و دارو رو بر عهده داره و قوانین خیلی روشنی هم در این زمینه وجود داره در آیین‌نامه سازمان زندان ها. بر اساس ماده 141 مصرف دارو در زندان تنها و تنها باید با تجویز پزشک زندان انجام بشه و خب این هم باید قید بشه در گزارش کار مربوط به زندانی، در کارتکس زندانی هم عنوان میشه، در باقی اسناد قضایی هم که برای دادیاران زندان فرستاده میشه این قید میشه که مثلا یک زندانی نیاز به مصرف یک دارویی داره و این دارو باید به صورت روزانه، حالا در چند بار، به چه شکل، همه اینها در اون گزارش قید میشه و برای مقام قضایی حاضر در زندان دادیاران هم فرستاده میشه. در نتیجه اگر زندانی در زندان به صورت خودسرانه دارویی رو مصرف بکنه، این مشخصا نشان از این داره که دست کم مقاماتی در زندان دارند یا به صورت غیرقانونی عمل میکنند یا عمد و آگاهی وجود داره برای اینکه این دارو انقدر به صورت گسترده و وسیع به دست زندانیان برسه. زندانیانی که حتی از پیش از ورود به زندان مثلا مصرف مشخص دارو دارن و یا به دلیل بیماری و وضعیت جسمانی که دارن باید داروی خاصی رو هم مصرف بکنن، این هنگام ورود به زندان در حقیقت این مسئله باید به پزشک زندان و بخش درمان زندان اطلاع داده بشه و به صورت کاملا رسمی از طریق واحد پزشکی و واحد درمان زندان داروها تامین بشه، یا اگر زندانی دست کم این داروها رو داره باید با اطلاع کامل پزشک زندان باشه و بر اساس اون جزئیاتی که مشخص شده باید مصرف بشه. در نتیجه این مسئله که ما شاهد هستیم که در زندانها به شکلی کاملا گسترده برخی داروهای خاص که خب اثرات روانی به ویژه داره بر روی زندانیان، این مسئله است که با شک و تردید بسیار بهش نگاه میشه، مبنی بر اینکه خب عمدی در کار هست، به ویژه اینکه ما میبینیم که عمده این داروها ممکن هست مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه زندانیان رو از وضعیت عادی خارج بکنه، اونها رو به نوعی بهشون شرایطی رو اعمال بکنه که اونها رو وادار بکنه به همکاری با نهادهای اطلاعاتی امنیتی یا با مقامات زندان. ضمن این که اساسا بحث خوراندن دارو و مواد توهمزا به زندانیان اساسا یکی از موارد اصلی است که در سند مربوط به استانداردهای رفتار با زندانیان سازمان ملل به صورت صریح راجبش صحبت شده، به دلیل اینکه نقش بسیار مهمی داره هم در این که جان زندانیان رو به خطر بندازه، همین که
وضعیت پرونده زندانی رو به دلیل اختلال روانی که ممکن هست در او ایجاد بکنه به شدت پیچیده میکنه و در معرض خطر قرار میده، برای اینکه خب زندانی مشخص نیست به واسطه مصرف این گونه داروها در چه شرایطی و حالتی قرار میگیره، ممکنه اعتراف بکنه به هر چیزی، ممکنه اساسا اعمالی انجام بده، رفتاری انجام بده که در شرایط عادی انجام نمیده و همین باعث بشه که این مسئله و اون رفتار خاصی که به واسطه تحت تاثیر قرار گرفتن اون دارو انجام داده ابزاری بشه برای اعمال فشار توسط نهاد اطلاعاتی و امنیتی یا مقامات زندان. به همین دلیل هم هست که ماده 143 آیین‌نامه سازمان زندان ها به صراحت اعلام میکنه که نگهداری دارو در آسایشگاه زندان، یعنی اون بخشی که زندانیان حضور دارند، به طور کامل ممنوع هست، مگر در مواردی که به تجویز و تشخیص پزشک باشه و تایید واحد بهداشت. یعنی به این شکل که واحد بهداشت و درمان زندان این رو تجویز میکنه پزشک برای بخش در حقیقت قضایی گزارش ارسال میکنه که این زندانی باید دسترس داشته باشه به این دارو و این رو نگهداری بکنه پیش خودش در بین لوازم شخصیش، یک گزارش رو برای بخش امنیتی زندان و بخش حفاظت میفرست که اونها هم باید در جریان قرار بگیرن. در نتیجه داروهای روانگردان به ویژه داروهایی نیستن که مسلماً با تجویز و تشخیص پزشک قانوناً بشه اونها رو در زندان‌ها اون هم به این شکل گسترده نگهداری کرد. خب مشخص هست که به ویژه در بندهای مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی حضور و وجود این داروها با این حجم به صورت گسترده کاملا آگاهانه و آمدانه هست. مسئله دیگری که وجود داره که ما بعضا هم شاهد بودیم، ابراهیم عزیز هم در موردش صحبت کرد، این هست که در مواردی اساسا خود مقامات بهداشتی و درمانی زندانها در این مسئله همکاری میکنند و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و داروهایی رو تجویز میکنند که اثرات سو بر وضعیت روانی زندانیان داره و حالا یا باعث میشه وضعیت جسمانیشون رو با خطر خیلی جدی روبرو بکنه یا وضعیت روانیشون رو با خطر روبرو بکنه، اونها رو در شرایطی قرار بده که خب وادار به نوعی همکاری بشن با مقامات زندان و اساسا در حقیقت از نظر حقوقی به قول معروف اون وضعیت روانی ثابت خودشون رو از دست بدن و دیگه مثلا بشه براشون پرونده سازی های بیشتری هم صورت بگیره، چنانکه که ما شاهد این هم بودیم که بسیاری از زندانیان رو به دلیل اینکه در وضعیت روانی مناسبی نیستند از زندان منتقل کردند به بیمارستان های روانی و اونجا باز یک سری از داروهای بیشتری رو در حقیقت بهشون مادرشون کردن که این داروها رو مصرف بکنن یا بهشون تزریق کردن یا بهشون خوراندن، مواد توهم‌زا، موادی که وضعیت روانی رو به شدت تاثیر قرار میده و بعد هم به ویژه این رو در مورد زندانیان سیاسی به عنوان ابزاری استفاده میکنن برای اینکه اعتبار زندانی رو اساسا زیر سوال ببرن. یعنی اینکه اون تلاشی که میشه از سوی فعالان حقوق بشر و وکلا و حقوقداران مبنی بر این که فعالان سیاسی، کنشگران مدنی و اجتماعی، کنشگران حقوق بشر اساسا نباید محاکمه بشن، به این شکل نباید به این شکل مجازات هایی براشون اعمال بشه، این رو در حقیقت تبدیل میکنن اون فرد کنشگر و فعال رو به یک فردی که از نظر روانی مشکل داره و در نتیجه اون رو تبدیل به یک ابزاری میکنن برای اینکه حقوق اون زندانی به عنوان یک زندانیان به عنوان یک زندانی سیاسی از دست بره. در نتیجه اگرچه که آیین‌نامه سازمان زندان‌ها به صراحت بحث مربوط به دارو رو راجبش صحبت کردن و متاسفانه اون چه که ما شاهدش هستیم این هست که در زندان‌ها یک رویه کاملا متفاوتی برقرار هست، همونطور که اخیراً هم زندانیان متفاوتی هم در بخش زنان هم در زندان مردان اعلام کردن که به راحتی داروهای روانگردان به ویژه در اختیار زندانیان قرار میگیره به شکل بسیار گسترده و در حجم بالا. همین که موارد بسیار قابل توجهی رو داشتیم که خود مقامات واحد بهداشت و درمان در با همکاری با مقامات زندان و نهادهای اطلاعاتی امنیتی اقدام به تزریق یا خوراندن
یا وادار کردن زندانی به مصرف برخی از داروها کردن که هم برای سلامت بدنی مضر بوده و هم برای سلامت روانی. و خب متاسفانه به دلیل اینکه زندانها در ایران به طور کامل زیر نظر قوه قضاییه اداره میشه، برخلاف بسیاری از کشورها که تحت مثلا نظارت وزارت دادگستری و دولت هست و خب نقش بیشتری میشه برای نظارت قائل بود، ضمن اینکه به هیچ وجه هیچ امکان نظارت خارجی، نهادهای حقوق بشری، سازمانهای مردم نهاد بر زندانها وجود نداره، اثبات این مسئله هم کار بسیار دشواری است. مثلا در مورد پرونده‌ای که ابراهیم جان بهنام محجوب راجبش صحبت کردن، خب ما روشن هست که چه اتفاقی اونجا افتاده، اما متاسفانه خیلی راحت مقامات زندانها، مقامات سازمان زندانها، مقامات قضایی میان و موضوعات رو انکار میکنن به دلیل اینکه خب دسترسی هم وجود نداره به اون محلی که این اتفاقات میفته، به گزارشات، به شاهدهای، به گزارشاتی که مثلا از اتوپسی و پزشکی قانونی میرسه، اونها رو نمیشه گزارشات درستی رو دریافت کرد در این زمینه از پزشکی قانونی. متاسفانه پرونده‌ای هم تشکیل نمیشه، اگر هم بشه خب روشن هست که در پایان چه نتیجه‌ای در انتظارش خواهد بود. خیلی ممنونم آقای خزائلی عزیز. همونطور که گفتید برخی از داروها توسط بازجو به زندانیا داده میشه و در مرحله بازجویی، و خب بارها ما شاهد بودیم که در واقع از افرادی که بعد از مدتی ملاقات داشتن با عزیزانشون شنیدیم که گفتن که حالش یک جور خاصی بوده. یعنی یکی از موارد مشهورش اون موقعی بود که مهندس عزت‌الله صحابی بازداشت بود و پسرش و دخترش گفته بودن که، و همسرش، ما رفته بودیم خونهشون، میگفتن که حالش حال عادی نبود و حرفای عجیبی میزد، که بعد از یک مدتی بعد از اون آزادی از اون زندان دوباره تونسته بود خودش رو بازیابی کنه و برگشته بود به روال عادی. خانم خامنه، شما اخبار رو دنبال میکنید مخصوصا در این چند ماه گذشته، و خب به طور مشخص بعضا با خانواده ها و با وکلا در ارتباط بودید، و مواردی که افرادی که بعد از آزادی به شکل مشکوکی درگذشتند یا خودکشی کردند، و من دیدم که در دادبان منعکس کردید. شما در این مورد اگر تجربه‌ای دارید بفرمایید. سلام و عرض ادب به همه آقای خزائلی، آقای الله بخشی و دیگر دوستانی که در اتاق حضور دارن. بله، من میخوام در ادامه صحبت دوستان به همین مطلبی که خانم لیلا حسینزاده از زندانیان سابق سیاسی که بازداشت بودن یک اشاره‌ای بکنم، که در دی ماه گذشته، دی ماه 1401، از زندان آزاد شد و در زندان عادل‌آباد گفتن که یک جنایت هولناکی داره علیه زندانیان از طریق قرص‌های اعصاب و آرام بخش اتفاق میفته، و ایشون میگفتن که افرادی بودن که فقط 4 ساعت در طول روز بیدار بودند، حتی قرص به طوری که زندانی ها اغلب خواب بودند، نام قرص ها را هم نمی دونستند، حتی با کوچکترین درگیری یا دعوایی می دیدیم که فوری به دهن توی دهان زندانیان قرص می ریختند، حتی توان تکلم بعضی از زندانی ها دیگه از دست رفته بوده، قرص هایی که لرزش دست برای زندانی ها ایجاد کرده بودش، یا اینکه همین کیانوش سنجری رو که من
بارها نگاه میکردم، ایشون هم میگفتش که خب وقتی که وارد ایران شدند و بازداشت شدند میگفتش که به من آمپولی رو تزریق کردند که نمیتونستم دیگه صحبت بکنم و وقتی که میخواستم با پرستارها صحبت بکنم چون دهنم خشک شده بود به مدت 24 ساعت هیچ حرفی نمیتونستم بزنم و در آخر به یک طوری فقط به روانشناس این رو گفتم که موبایلتون رو چک کنید، اسم من رو یک سرچی بکنید، متوجه میشید که من چه بلایی بر سر من آمده. یا میتونیم از آقای آرش بگیم، آرش اگر فامیلیش رو درست میگه آرش فروزنده بگیم، که فقط در عرض چند ساعت که الان یکی از دوستانش امین هم تو همین اتاق هستش. بله خب پس ایشون هم میتونن صحبت بکنن. بازداشت شدن در یک در داخل خودرو، ایشون رو مجبور کردن چون ایشون گوی عادت داشته که آب زیاد بنوشه و ایشون رو مجبور کردن که یک آبی رو باز چوبهش داده و مجبورش کردن به نوشیدن اون و بعدش که دیگه سیستم بدنی ایشون از در اثر این آبی که آلوده بوده خب دیگه سیستم بدنیش رو از کار میندازه، دونه دونه اعضای بدن از کار میفتند و ایشون فوت میکنه. یادی کنیم از ملیکا قراقوزلو که ایشون هم وقتی بازداشت شدن به بیمارستان اعصاب و روان امین‌آباد منتقل شدن، در اونجا هم خیلی مشکلات بسیاری براش به وجود آوردن، اجازه دسترسی به داروهاش رو نمیدادن. دقیقا یادمه که ایشون رو هم خیلی مورد آزار و اذیت روحی و روانی قرار دادند. بله این فاجعه‌ایه که داره اتفاق میفته، مثل ارشیا که به ارشیا آقای طواف من فامیلیا رو ارشیا امام قلی زاده، بله ارشیا امام قلی زاده بودن که به مادر وقتی که بازداشت شده بود وقتی که آزاد شد یکی از آشنایانشون در دادبان به ما پیام دادن که به مادرش میگفته که به پاشنه های پای من آمپول میزدن، من رو تزریق به من یک چیزایی رو تزریق میکردن و ضمن این که خب ایشون رو خیلی هم آزار دادن از با سخن گفتن که گفته بودن که تو رو میبریم توی شهر میگردونیمت اعدامت میکنیم. خب اونم یک کودکی بوده که سن 17 سالش بوده، سن و سالی نداشته و همه اینها رو باور میکرده و بعدش که میاد بیرون و خودکشی میکنه. و از این موارد زیاد هست و میبینیم که کودکان خب به عبارتی توی زندان وقتی که بازداشت میشن کامل موجب ترور شخصیت میشن و با تقریبا شخصیت اونها رو زیر سوال میبره. خب بازجوها همین کارا رو خوب بلدن و باهاشون این کارا رو میکنن، ضمن اینکه خب باید واقعا به نظر من صحبت بشه، راهکار بشه که حتی برای بزرگ سالان که بعد از آزادی از زندان چه کمک هایی میشه به این افراد کرد یا چه تغییراتی ممکنه توی این افراد بعد از آزادی رخ میده که ما بتونیم به اینها کمک بکنیم. حالا اگر که من در قسمت‌های بعدی ما با یک چند تا کوتاه مثلا ما با روانشناسا که صحبت داشتیم و سعی کردیم که به خانواده ها کمک کنیم، راه حل هایی رو یاد بدیم، به صورت کوتاه بیان میکنم که واقعا برای اینکه خانواده ها بتونن در مقابل این تروما یه مقدار کمک کنن به بچه هاشون یا به اعضای عزیزانی که بازداشت میشن دوباره توضیح میدیم. یه چند تا مطلبی رو ما در دادبان در این مورد در موردش صحبت کردیم.
من فعلا تمام، حالا اگر که موردی باشه با صحبت میکنم. خیلی ممنون. این حکایت در واقع موضوع دارو و هر شبت که ایجاد تراما و آزار زندانیان که تا پایان عمر افراد باشون همراه خواهد بود، موضوع دامنداری است و میشه ساعتها در موردش صحبت کرد، ولی من فکر میکنم به همین قدر کفایت کنیم. در برنامه‌های متعدد ما در این مورد حرف زدیم و افرادی از خانواده‌های زندانیان یا خود زندانیان سابق در این اتاق تجربه‌های خودشون رو بیان کردند. با همرسانی، کامنت‌ها و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید. دکمه سابسکرایب یادتون نره.